امروز 13 اکتبر برابر است با روز جهانی کاهش اثرات آفات طبیعی. این روز در حال فرا رسیده است که بر بنیاد گفته های سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، طی یک هفته گذشته حدود 17,000 تن در نتیجه زمین لرزه های پسین در هرات تحت تاثیر قرار گرفتند. شمار از این آسیب دیدگان زمین لرزه هرات می گویند که در پی این رویداد برای آنان خسارات مالی و جانی نیز وارد شده است. آنان از حکومت سرپرست و جامعه جهانی خواهان کمکند. این مشکلات را که شما از نزدیک هم بیامدیم بدیدیم، این زلزله یک حالت دلخراش به ما و به تمام ملت اسلام ایجاد کرد و نشان داد و این زلزله خسارات زیادی به مردم برسید. در همین حال برخی از کارشناسان آفات طبیعی به این باور هستند که جهان باید برای کاهش آفات طبیعی اقدام های لازم را انجام دهد. تجلیل از این روز و گفتگو در مورد حوادث طبیعی و راه‌های بیرون رفت از مخمصه موجوده و راه‌های کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی یک وظیفه عمومی است که توسط دولت و مردم باید جدی گرفته شود. شاهد هستیم در افغانستان دو سال پی در پی چی در ولسوالی در ولایت خوست که اتفاق افتاد، جان هزاران تن از هموطنان ما گرفت، چی در هرات که در این روزها ما درگیر فاجعه هرات هستیم. اینها نشان میده که بحث مدیریت حوادث، حکومتداری حوادث جز استراتژی های مهم دولت قرار بگیره. این در حال است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد 13 اکتبر را به عنوان روز جهانی کاهش اثرات آفات طبیعی به عنوان بخش از بیانیه دهه کاهش اثرات آفات طبیعی دهه 90 میلادی انتخاب کرد و در سال 2002 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت سالگرد سالانه را برای تشویق فرهنگ جهانی برای کاهش اثرات آفات طبیعی شامل پیگیری، کاهش و آمادگی حفظ کند.